به نام نامی زندگی، به نام تمام کسانی که جان عزیزشان و حق حیاتشان را حکومت اعدامی جمهوری اسلامی از آنها گرفت. امروز همه ما اینجا جمع شده ایم تا در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام صدایمان را علیه ناعادلانه ترین مجازات انسانی بلند کنیم. مجازاتی که حق حیات را از انسانها می گیرد. در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام، ضمن ابراز همدردی با تمام کسانی که عزیزانشان را حکومت جمهوری اسلامی از آنها گرفته و همچنین گرامی داشت یاد تمام اعدامیان گمنامی که به جرم متفاوت بودن زبان، فرهنگ و عقیده هیچ نامی از آنها در جایی ثبت نشده، من امروز از زندانیان و اعدامیان بلوچ میگویم. آنهایی که دهه هاست قربانیان بدون هزینه حکومت جمهوری اسلامی هستند، مردمانی که در چندین دهه گذشته جمهوری اسلامی با انسان زدایی کردن از آنها، با اتهاماتی چون مواد مخدر، قتل و ترور برچسبهایی علیه آنها به کار برده تا قتل و کشتارشان را زیر نظر قانون و به دست حکومت موجه جلوه دهد. برای همین حتی اعدام زندانی سیاسی بلوچ به همان اندازه زندانی با اتهام مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برایش نداشته، چرا که زندانی سیاسی بلوچ را تروریسم و تجزیه طلب معرفی کرده و زندانیان دیگر را قاچاقچیان مواد مخدر. رژیمی که خود بزرگترین تروریسم جهان امروز و بزرگترین مافیای مواد مخدر است، حق حیات را و حق داشتن ابتدایی ترین امکانات را در سرزمین ثروتمند بلوچستان از مردم ما دریغ کرده و دهه ها به جرم بلوچ بودن آنها را در تبعیض و فقر سیستماتیک نگه داشته تا اگر حتی جوانی از سر ناچاری و فقر روی به مواد مخدر آورد، سرهای بیگناهی برای آویختن بردار داشته باشد تا مافیا بودن سیستم خودش را پوشش دهد. اعدام اما در بلوچستان یکی از چهره‌های عریان و خشن زندگی روزمره است. در بلوچستان و دیگر مناطق بلوچنشین استانهای مجاور دست کم یک عضو از خانواده‌های بسیاری یا اعدام شده یا در خطر اعدام هستند. هر نوزاد بلوچی که در ایران متولد می شود حدوداً 10 برابر بیشتر از دیگر شهروندان ایران در خطر اعدام در بزرگسالی است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال 2023 میلادی 171 شهروند بلوچ در ایران اعدام شدند. در سال 2024 هم با وجود انتخابات غیرمنتظره و کند شدن ماشین اعدام برای چند هفته، تعداد شهروندان بلوچی که حکم اعدام آنها اجرا شده است بالا است. 21 شهریور 1403 اعدام دست جمعی 6 زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. سازمان‌های حقوق بشری بلوچستان شهروندان بلوچی را که در 6 ماهه نخست سال 2024 در ایران اعدام شدند 34 نفر برآورد کردند و نوشتند که میان آنها 2 زن نیز بودند. در کمتر از 1 ماه گذشته نیز 15 زندانی بلوچ دیگر در زندان‌های ایران اعدام شدند و ناگفته نماند این تعداد فقط کسانی هستند که احراز هویت شدند و این در حالی است که جمعیت مردم بلوچ ساکن در ایران کمتر از 5 میلیون نفر میباشد. به جز آمارهای تکان دهنده اعدام در ماه‌های اخیر، چندین گزارش از تلاش‌های ماموران حکومت برای استفاده از شهروندان محکوم به اعدام جهت ترور مخالفان حکومت منتشر شده است. محمود گرگیج، زندانی بلوچی که در اردیبهشت ماه سال جاری اعدام شد، در یک فایل صوتی که از زندان بیرجند به بیرون فرستاد گفته بود مامورین اطلاعات در قبال آزادی به من پیشنهاد ترور مخالفین در خارج از کشور را داده بودند، من نپذیرفتم. در آبان ماه 1402 نیز گزارشی از تلاش سپاه برای اجیر کردن 3 نفر از زندانیان محکوم به اعدام برای ترور مولوی عبدالحمید اسماعیل زئی منتشر شد. بر اساس این گزارش صدای ضبط شده یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده بلوچ به نام محمد کریم بارکزایی از داخل زندان زاهدان نشان داد که نیروهای وزارت اطلاعات در ازای آزادی او و هم پرونده‌ای‌هایش به آنها پیشنهاد ترور امام جمعه اهل سنت زاهدان و برخی از مخالفان را دادند، اما این زندانیان سیاسی آن را نپذیرفته و اعدام شدند. در بسیاری موارد در حالی احکام اعدام شهروندان بلوچ به اجرا در می آید که از دسترسی عادلانه به وکیل محرومند و حتی اتهامات انتصابی علیه آنها ثابت نشده، اما با وجود این حتی بدون دیدار آخر با خانواده حکم به اجرا در می آید. بسیاری از این خانواده ها حتی هزینه پرداخت وکیل و یا ملاقات با زندانیانشان را ندارند.
تداوم و افزایش نگران کننده اعدام ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی همچنان از مجازات سلب حیات برای بسیاری از شهروندان بلوچ استفاده می کند، که این مسئله باعث نگرانی های بسیار جدی در مورد نقض حقوق بشر برای شهروندان بلوچ شده. افزایش نگران کننده اعدام ها نیازمند توجه جدی جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشری است. بلوچستان از داشتن یک رسانه مستقل محروم است و بی توجهی رسانه های خارج از کشور به نقض فاحش حقوق بشر که هر روزه در بلوچستان رخ می دهد باعث نسل کشی بیشتر مردم بلوچ از سمت حکومت می شود. امید است که امروز که همه ما به نام انسانیت در اینجا گرد هم آمده ایم، بتوانیم با کمک هم این تبعیضات را از میان برداریم و نسبت به هر اعدامی در هر جایی از کشورمان با هر نامی مخالفت کنیم و صدای کسانی باشیم که صدایشان کمتر شنیده می شود. و تا روزی که کلید واژه های جمهوری اسلامی در ذهن هموطنانمان نسبت به مردم بلوچ کم رنگ نشده و یک حساسیت جمعی نسبت به کشتار مردم بلوچ ایجاد نشود، جمهوری اسلامی همچنان با خیال آسوده به نسل کشی مردم بلوچ ادامه می دهد، چرا که می داند کشتار مردم بلوچ هیچ هزینه سیاسی برایش نخواهد داشت. پس به امید همبستگی و به امید دنیای عاری از تبعیض و جنگ و اعدام، زنده باد زندگی.